مریم رجوی، واکنش ضروری فرانسه در برابر اقدامات تروریستی فوق‌العاده وخیم اطلاعات آخوندی. حمایت کاخ سفید از اقدام فرانسه برای توقیف دارایی‌های وزارت اطلاعات رژیم ایران. تجمع اعتراضی دانشجویان دکترا مقابل وزارت علوم در تهران. با سلام، در خدمت شما هستیم با در یک نگاه این ساعت. خانم مریم رجوی بیانیه 2 اکتبر برابر با 10 مهر وزیران کشور، خارجه و اقتصاد و دارایی فرانسه را واکنش بجا و ضروری در برابر اقدام‌های تروریستی فوق‌العاده وخیم اطلاعات آخوندی در خاک این کشور توصیف کرد. به این ترتیب تلاش‌های آخوندها و عوامل آنها برای اینکه این اقدام تروریستی را به محافل موهوم خود سر در درون رژیم نسبت دهند و خامنه‌ای و روحانی و ظریف را در ببرند به طور کامل نقش براب می شود. دیگر نمی توان ظریف و روحانی را که بمب و بمبگذاری را به قربانی نسبت می دادند از جنس دیگری وانمود کرد که گویا در تروریسم دولتی مسئولیتی ندارند و از فاشیسم دینی زاده نشدند. شورای امنیت ملی کاخ سفید طی بیانیه از توقیف دارایی‌های وزارت اطلاعات و 2 مأمور رژیم ایران در پاریس استقبال کرد. این اقدام فرانسه در واکنش به طرح حمله به گردهمایی سالانه مقاومت ایران در پاریس صورت گرفت. در بیانیه شورای امنیت ملی کاخ سفید آمده است: فرانسه دست به اقدامی قوی علیه توطئه ناموفق تروریستی رژیم ایران در پاریس زده است. تهران باید بداند که با این رفتارهای شرم‌آورش مدارا نخواهد شد. هدر نایل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درباره اقدام فرانسه علیه رژیم ایران و تروریسم آن گفت: دولت فرانسه اعلام کرده است دارایی‌های وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران و دارایی‌های 2 مقام اطلاعاتی این رژیم را مصادره کرده است. این اقدام بعد از خونسا کردن طرحی به منظور بمبگذاری در یک گردهمایی سیاسی نزدیک پاریس در ماه ژوئن امسال صورت گرفته است. ما این خرابکاری‌های رژیم ایران را به عنوان اصلی‌ترین حامی تروریسم در سراسر دنیا دیده ایم. We've seen this type of thing that I just mentioned, the news coming out of France today. We've seen what Iran has done in Syria. We've seen what Iran has done in other countries. We see Iran's devastation that it causes around the world as the world's top sponsor of terrorism. برنر هویر، رئیس بانک سرمایه‌گذاری اروپا، گفت: به رغم حمایت اتحادیه اروپا از رژیم ایران، این بانک نمی‌تواند خطر رابطه مالی با این رژیم را بپذیرد. به افزود دولت‌های عضو اتحادیه اروپا اگر می‌خواهند از شرکت‌های تجاری که به ایران می‌روند حمایت کنند، باید ابزارهای دیگری را برگزینند که به آسانی توسط آمریکا قابل هدفگیری نباشند. اما این ابزار اشتباه است و این دلیلی است که چرا ما این کار را نخواهیم کرد. دانشجویان دکترا در مقابل وزارت علوم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار تأمین ارز دانشجویی شدند. وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی با وزیر دفاع فرانسه در پاریس اعلام کرد: همزمان با نزدیک شدن به شکست کامل شبه نظامیان داعش در سوریه، شمار دیپلمات‌های آمریکایی در آن کشور 2 برابر شده است. جیمز ماتیس گفت: از این پس شاهد فعال شدن تحرکات دیپلماتیک خواهیم بود. این مدت نگاه این ساعت. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.